سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تمام درس‌های قبل رو با دقت کار کرده باشید. خب تا اینجا ما صرف افعال زبان عربی رو هم در زمان گذشته به صورت کامل عرض کردیم خدمتتون و از الان به بعد دوستان می‌خوایم جمله سازی رو در زمان گذشته کار کنیم. ببینید، همونطور که عرض کردم، زمان حال یا مضارع در واقع همینه که ما بگیم من مثلا میروم، مینویسم و غیره، اما زمان گذشته اینه که بگیم رفتم، نوشتم، دیدم. خب خواهش میکنم دوستان خوب دقت کنید، در بین این جملاتی که ما اینجا میسازیم نکات زیادی هست، هم به لحاظ کلمات هم به لحاظ قواعد. خواهش میکنم خوب دقت کنید. خب جمله اول، دیشب در ساعت 12 خوابیدم. خب دیشب دوستان میشه البارحه. خواهش میکنم دوستان کلمات جدید رو به صورت جداگانه یادداشت کنید که اینا رو فراموش نکنید. البارحه میشه دیشب. خب خوابیدم چی میشه دوستان؟ خوابیدن فعل در واقع نوم هست. نوم که گفتیم در گذشته اون چون حرف وسط واو هست، واو باید حذف بشه و میشه نمت. مثل مثلا فعل عرض کنم خدمت شما گول که میشه چی؟ گلت. حالا خوابیدم نمت. البارح نمت بالاثنا عشر، در 12. ها دیگه ساعت رو میتونیم نگیم، میتونیم بگیم به ساعت 12، میتونیم هم نگیم به ساعت 12 یا همون در واقع بالاثنا عشر. پس البارح نمت بالاثنا عشر. جمله بعد، امروز صبح در ساعت 8 بیدار شدم. خب لیوم به صبح، اینجوری میگیم دوستان، لیوم صبح، امروز صبح. خب بیدار شدم، بیدار شدم دوستان باز از فعل گوم هست. فعل گوم هم حرف وسط مثل نوم، حرف وسط واو هست، در نتیجه باید حذف بشه، در گذشته میشه گمت. گمت لیوم صبح، گمت بالثمانیه در ساعت 8. پس لیوم صبح گمت بالثمانیه. خب جمله بعد، بعد به مدرسه رفتم. دوستان اینکه بخوایم بگیم بعد به معنی سپس میشه تالی. پس بعد میشه چی؟ تالی. بعد به مدرسه رفتم، تالی رحت المدرسه، رفتم به مدرسه، تالی رحت. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.